میخوام برای شما یه غذای خوشمزه درست کنیم با ترکیب فیله مرغ، هویج، آلو و مواد دیگه. میتونی جای فیله مرغ فیله گوساله یا راسته گوساله یا راسته گوسفند یا سردست استفاده کنید، فرقی نمیکنه، یک کوچولو فقط زمانش فرق میکنه. امروز توی این برنامه میخوایم برای شما یه خورش خوشمزه درست کنیم به نام خورش هویج و آلو. موادی که به ما کمک میکنن این غذای که خوشمزه رو درست کنیم با هم ببینیم و با هم دیگه درست کنیم. فیله مرغ داریم، هویج داریم به همراه آلو، سه ترکیب بسیار خوب که من دوستش دارم. نمیدونم شما یا مهمان برنامه‌مون دوست داره یا نه، حالا آشنا میشید. فلفل سیاه، نمک و هل داریم. اون طرف هم اگر نگاه بکنید زعفرون و شکر و آب لیمو به همراه گل محمدی، پیاز سرخ شده و انقدر روب. یه مقدار هم میتونیم روغن استفاده کنیم بعد اینکه هویج رو خرد کردیم باش تفت بدیم اون هویج رو. اما مهمان برنامه امروز ما خانم دکتر نرگس غلامی که پزشک و پژوهشگر حوزه درمان بیماری‌های تغذیه‌ای فعالیت می‌کنن، بهشون خوش آمد می‌گیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم آقای رنجبر، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم برنامه سرآشپز هستم امروز در خدمتتون. زنده باشین خانم دکتر. اصلا ترکیب این مواد با هم درسته؟ یعنی شما میگید این کارای من درسته یا نه؟ بیننده هم بدونن تا بعد بریم سراغ خواص مواد. بله خیلی زیاد آقای رنجبر. اتفاقا شما سه دسته گروه اصلی مواد غذایی رو از پروتئین و کربوهیدرات و سبزیجات کنار هم گذاشتید و یه تلفیق بسیار مناسبی از در واقع مواد غذایی اصلی رو برای کسی که میخواد اینو بخوره فراهم کردید. این یعنی یک مهر تایید که این غذا عالیه. اولین کاری که باید انجام بدیم میریم سراغ هویجمون و اون رو خوردش میکنیم. این از هویج، اما قبلش زیر تاور رو روشن میکنیم و مقداری روغن بهش اضافه میکنیم. هویج ها رو میتونید به شکلهای مختلفی خرد بکنیم، به صورت حلقه حلقه، به صورت نواری یا خلالی. هر روشی که دوست داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. خیلی خوب، این هم از آخریش. هویج رو با مقداری روغن و شکر تفت میدیم، اما شکر الان زوده، باید هویج رو مقدار تفت داد بعد شکر و مواد دیگر بهش اضافه کرد. جونم براتون بگه که تا هویج شروع میکنه به تفت خوردن، این از هویج، این تفت دادن هویج کمک میکنه که رنگ خوبی رو ما به هویج بدیم و اون شکل و شمایلش رو اجازه بدیم که حفظ بشه، وگرنه بخواد آب پز بشه تمام از این خوبی نداره. اون پالپاش و اون لرتی که میندازه خورش ما رو باید زیبا بشه، اما زیباییش کاملا از بین میبره. حالا میریم سراغ مواد دیگه همون. ما مقداری پیاز داغ داریم، اون رو اضافه میکنیم به هویج. مواد دیگه رو میاریم دم دستمون. رب داریم و شکر و زعفرون و آب لیمو. مقداری شکر بهش اضافه میکنیم، چرا که میخوایم شکرمون اون حالت کاراملیزه اتفاق بیفته، هم رنگ و بوی خوبی بگیره، هم تمام مزه عالی به غذای ما بده. شکر رو مقداری که تفت دادیم، بله شکر داره کاملا آب میشه و رنگش به خاطر حرارتی که ما به تاومون دادیم داره رنگ خوبی به خودش میگیره. حالا نوبت رب هم اضافه میکنیم. اما اگر طعم شیرینی رو خیلی دوست ندارید میتونید با استفاده از مقداری سرکه یا آب لیمو به اون طعم ملس رو اعطا بکنید. ربمون که رنگدانه هاش به روغن پس داد، یعنی ربمون از خامی در اومده، اما این باعث نمیشه که ما از گل محمدی که عطر و بوی خوبی رو به غذای ما میده غافل بشیم و اون رو هم تو این مرحله اضافه میکنیم. میتونیم گلاب استفاده کنیم، اما من ترجیح میدم از خود گل محمدی البته در این غذا استفاده بکنم. از گلاب هم در غذای دیگه میتونیم استفاده کنیم که باعث خوشمزه‌تر شدن غذای ما میشه. زعفرون، خب میریم سراغ آلو. آلو رو میریزیم، مقداری فلفل سیاه. آلو هم نگاه کنید
درشت انتخاب کردیم و حالا مقداری نمک هل هم داریم. هلو روی تخته میتونیم خوردش بکنیم و دونه هاش کاملا عطربوی خوبی به غذای ما میده. هل رو هم اضافه میکنیم و مجددن هم میزنیم. حالا مقداری آب اضافه میکنیم و اجازه میدیم مواد با همدیگه یک قلی بخوره. میریم روی تخته. منتها قبلش من اینا رو یه سر و سامانی بدم، شروع کنیم به خرد کردن مرغ که میخوایم به خورشمون اضافه بکنیم. اینم از خورش هویج و آلومون که با زعفرون و شکر و آب لیمو و گل محمدی و پیازداغ و این مواد اولیه که زدیم رسیده به اینجا. اینم از رنگ و لعابش. ببینید، البته هنوز آماده نشده. فیلای مرغ رو برش میزنیم. اینم از این، این بزرگتر، اینو ستیکش میکنیم. فیلای مرغ هم اضافه میکنیم و با این مواد هم میزنیم، تفتش میدیم. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. فیلای مرغ رنگش رو ببینید. حالا اگر بپزه ببینید چی میشه. خب یه مقدار که تفت دادیم، بافت گوشت بسته شد، اینقدر آب اضافه میکنیم و اجازه میدیم آروم آروم مرغه هم بپزه. درش هم میتونیم ببندیم. نگاه کنید فیل مرغ چقدر زود میپزه. یه مقدار بهش حرارت خورده، سریع بافت بسته شده، رنگش عوض شده و فیله آبداری خواهد شد. به همراه این سوسی که الان شده به عنوان خورش، یعنی آلو و هویج و بقیه مواد، یه خورش بسیار خوشمزه‌ای که با نون هم میتونید بخورید، با برنج هم میتونید اون رو نوش جان بکنید. اما به یه کار رسیدیم و خورش هویج و آلوی ما به همراه مرغ آماده شد. تقدیم حضور مهمان برنامه میخوام دکتر میکنیم. میخوام دکتر بفرمایید نوش جان بکنید. چشم داره غذاتون آقای. زنده باشید. به به. شما برداشتین هرچی آنتی اکسیدان تو طبیعت کنار هم قرار دادین. چه کار کنیم؟ آلو که اصلا از قدیم به عنوان ضد عفونی کننده غذا معروفه، به خاطر خواصی که داره، به خاطر پتاسیم بالایی که داره، سدیم پایینی که داره، برای مریضای فشار خونی خیلی مفیده. وقتی شما هویج رو کنارش قرار میدید، که هویج هم خودش فیبر خالصه، کمک میکنه به دیابتیا، برای اینکه قند خونشون خیلی بالا نره. کلا تلفیقی کنار هم گذاشتید، هم برای دیابتیا هم برای فشار خونی های تلفیق بسیار بسیار مناسبیه. خیلی از بیمارام هستن که اصلا کلا افراد به خاطر مصرف پروتئین دچار یبوست میشن. آدمایی که دچار یبوست میشن با مصرف پروتئین، با مصرف آلو و هویج کنار مرغ یا گوش خیلی راحت میتونن یبوست رو درمان کنن. من تنها چیزی که در مورد این غذا میتونم بگم اینه که بسیار عالی تهیه شده. خیلی متشکریم از محبت شما. غذا که اینجا یاد میگیرید میتونید در منزلتون درست کنید. هر تغییراتی که دلتون میخواد بهش بدید، میتونید زرش بهش اضافه کنید. هر کاری که خواستید انجام بدید، حمایت کردید. امیدوارم که تو برنامه بعدی هم بتونیم غذای خوشمزه رو برای شما درست کنیم و تقدیم حضور شما بکنیم. خانم دکتر خدافظی بفرمایید. خدافظ. خدا نگهدار. مواظب سلامتیتون باشید. ورزش کنید. روغن زیاد استفاده نکنید. هرس و جوش نخورید. در هوای آلوده زیاد از منزل خارج نشید، مخصوصا آدمای مسن. و کلاً کاری بکنید که سالیان سال در کنار خانواده با خیر و خوشی زندگی بکنید. دوستتون داریم.